در این داستان در میابید که سحر چیست، چگونه آن را فرا میگیرند و چگونه با آن مردم را فریب میدهند. نامش داوود محمد فرعان و اهل یمن میباشد. سحر را از پدر و جدش به ارث برده است. داوود میگوید پدرم جادوگر و ساحر بود و آن را از جدم به ارث برده بود و معمولا شیاطین سحر را نسل به نسل در یکی از اقاربان شخص قرار میدهند و من چون فرزند کوچک بودم به من رسیده است. داوود از پدرش میگوید که زندگی سختی داشته و نزد مردم منفور بوده و خانواده نیز به خاطر اعمال سحری و جادوگری پدر تحت تاثیر قرار گرفته بودند، ولی مادرم از آن هیچ وقت راضی نبود. داوود میگوید پدرم هر سال به زیارت قبر شخصی به نام بن حلوان میرفت و در آنجا جادوگران و فال بینان جمع میشدند و اعمال شرکی و خرافاتی همچون نذر و قربانی کردن برای غیر الله نزد آن قبر انجام میدادند. او میگوید وقتی نوزاد شیرخوار بودم به بیماری سر مبتلا شدم. پدرم برای علاج بیماری مرا به شیطان بخشید تا بیماریم برطرف شود. وای میگوید تصورات شیطانی قبل از سن بلوغ با وی رخ میداد، ولی هنوز وارد دنیای سحر نشده بودم. بعد از سن بلوغ شیاطین به شکل دختران روستایی به من تجسم میشدند. این وقایع بیشتر در اماکن خالی و بیرون از روستا برای من شکل میگرفت. وای همچنین میگوید یک شب زمانی که به روستا برمیگشتم در مسیر راه یک الاغ سفید را دیدم که به درخت بسته شده بود و آماده بود برای سوار شدن. چون راه دور بود بر آن سوار شدم. در مسیر راه به یک مانع برخورد کردم و پایین شدم. در پشتش با شلاق زدم تا حرکت کند. بار دوم که شلاق زدم با صدا درآمد و گفت فکر میکنی من الاغ هستم؟ بار سوم که با آن شلاق زدم به زمین محو شد و من نیز عقل از سرم پرید و تا 3 سال به خاطر دیوانگی مادرم مرا به زنجیر بسته بود. در این اثنا شبها مادرم زنجیر را باز می کرد و من از خانه خارج می شدم و خوردنی های نجس و گوشت مردار و سگ را می خوردم. در یکی از شبها شیاطین زنجیر مرا باز کرد و مرا به طرف قبر بن حلوان هدایت کردند و در آنجا به من اجازه سحر و جادو داده شد و گفتند به تو کرامت پدرت داده شده است، ولی به شرطی که هر سال به زیارت این قبر آمده و یک گوسپند را قربانی کنی. سپس به روستا برگشته و شیاطین کتاب، انگشتر و تسبیح پدرم را به من نشان دادند تا به اغوای مردم بپردازم و از من خواسته شد تا به مکان خلوت بروم و دور از چشم مردم باشم. سپس از من خواسته شد تا به خداوند کفر بورزم و قرآن را از وسط یعنی دقیقا از سوره کهف نصف کنم و هر قسمت را زیر قدم هایم بگذارم. سپس قرآن را ورق ورق کرده و به شکل فرش درآورده و بر آن میخوابیدم. بر آن راه میرفتم و تا 40 روز در آن مکان میماندم بدون وضو و بدون طهارت. یعنی نباید نماز بخوانی و نباید آذان بشنوی و اگر صدای آذان را بشنوی باید مؤذن را لعنت کنی. در این 40 روز هیچ نوع پاکی نباید استفاده شود تا جایی که یک جادوگر و ساحر به کثیف ترین درجه می رسد، حتی از سگ هم پست تر. وای در ادامه سخنانش می گوید از دیگر شروط شیاطین بر من بود که با انسانهای صالح رفت و آمد نداشته باشم و در مجلس ذکر شرکت نکنم و نماز نخوانم و قرائت قرآن نکنم، ولی به من اجازه داده شد تا برای فریب مردم بعضی از سوره ها مانند سوره اخلاص را بر بیمار بخوانم. اما بلا فاصله بعد از خواندن آن شروع به گفتن کلمات شرک‌آمیز می کردم و کفریات را تکرار می نمودم. داوود می گوید من چندین بار برای شیاطین نماز خواندم. درکت نماز می خواندم و در آن سجده و رکویم برای شیاطین بود و آنها در جلوی دیدگان من به شکل سگ یا خوک و غیره ظاهر می شدند. شیطان به من می گفت اما مقدار از من اطاعت کنی من هم تمام کارهای تو را انجام می دهم و قدر خدا را معصیت کنی من آجات تو را بر آورده می سازم. داوود می گوید بیشترین فریب خوردگان زنان بودند، چون آنها ضعیف النفس هستند و زودتر به سحر و جادو ایمان می آورند و احیانا شیاطین برای حل مشکل آنها از ایشان می خواست تا مرتکب عمل فحشا شوند. از داوود سوال می شود چگونه مردم را سحر می کردی؟
می گوید نخست تظاهر به کرامت می کردم و به خور را آتش می زدم. می گفتم باید بروم وضو بگیرم و نماز بخوانم. اما من به داخل حمام می رفتم و در آنجا برای شیطان نماز می خواندم و او را عبادت می کردم. چون شیاطین بعد از عبادتم برای آنها در سیر و جادو برایم کمک می کردند. وی قصه ها و حکایت های عجیب و غریب نقل می کند که در این مقال نمی گنجد. اما سبب توبه و بازگشت این جادوگر یمنی یک خواب و رویای صالحه بود. در یکی از شبها بعد از انجام دادن سیر احساس خستگی شدیدی به وی رخ می دهد. او بر حسب عادتش شبها به سیر و عبادت شیطان می پرداخت و روزها می خوابید. آن شب در خواب دید که او مرده است و مردم او را برای کفن و دفن آماده می کنند. هرچند داد می زد که مرا دفن نکنید، کسی به وی اعتنایی نمی کند و می گفتند مرده است یا زنده، او را دفن کنید تا از شر او راحت شوید. در خواب از من خواستند تا نماز بخوانم و به من ظرف آب را برای وضو نشان دادند که از شدت حرارت غلیان می کرد. می خواستم فرار کنم اما من را می گرفتند تا در آن آب جوش بیندازند. ناگهان فریاد کشیدم و از خواب بلند شدم و اهل خانه همه بیدار شدند. ترس و لرز همه بدنم را فرا گرفته بود. بعد از مدت اندکی دوباره خوابیدم. اما خواب دوباره تکرار شد. من در مکان بالای استاده بودم و پدرم در پایین آن نزد امان ظرف آب جوشان. وقتی پدرم را دیدم گفت داوود نزدیک مشو، تو هنوز وقت برای قرائت قرآن و نماز داری. گفتم من حق را از باطل نمی شناسم. گفت آنچه تو بر آن هستی باطل است. از خواب بلند شدم و به طرف مسجد رفتم و اولین بار برای الله تعالی سجده واقعی کردم و با توبه خود اعلام کردم. داوود می گوید پس از توبه شیاطین مرا تهدید کردند که چنانچه به سیر جادو بر نگردم از من انتقام می گیرند و همه مال و فرزندان و داراییم را نابود می کنند. اما او به الله سبحانه و تعالی پناه می برد و هر وقت شیاطین به سراغش می آمدند قرآن به دست می گرفت و آن را تلاوت می کرد و این سبب فراری آنها می شد. لیکن شیاطین به این راحتی او را رها نمی کردند و معرکه بین او و شیاطین شروع شد. او را تهدید کرده بودند که دو روز وقت داری که کفر بورزی و به سیر و جادو برگردی. اما من بر ایمانم استوار ماندم. انتقام شیاطین. داوود می گوید یک روز با فرزند بزرگم که 9 سال داشت در خانه نشسته بودم که ناگهان دو چشمان فرزندم از حلقه بیرون در آمدند. سپس همه بدنش تکه و پاره شد و در همان روز بعد از 20 دقیقه فرزند دومم که 6 سال داشت به همین شکل کشته شد. سپس بعد از مدت دیگری شیطان همسرم را نیز حامله بود به قتل رساندند. ولی داوود بر ایمانش پایدار ماند. خداوند او را ثابت قدم نگه داشت. براستی که مکر و کید شیطان ضعیف است. بعد از توبه این جادوگر یمنی ساحران و مردمان زیادی به سوی پروردگارشان بازگشتند و از سیر و جادوگریشان توبه نمودند. در خاتمه همه ساحران، جادوگران، فالبینان و معتقدان به آنها را به سوی بازگشت به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت می نماییم و می گوییم هنوز وقت برای توبه و بازگشت وجود دارد. بیایید با ایمان به الله تعالی و به کفر به شیطان زندگی تهم و با آسایش و آرامش برای خیشتن و ارمغان آورید.